سلام خدمت همه عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال جدید رو بهتون تبریک میگم و بهترین ها رو داخل سال جدید براتون آرزو میکنم. امیدوارم که بهترین اتفاق ها برای خودتون و خانواده و عزیزاتون داخل سال جدید بیفته. ازتون عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که واسه پست این کلیپ شد. خودتون میدونید منم مثل شما آرایشگرم، قبل عید خیلی سرمون شلوغه و اگه خسته نباشید به همتون میگم امیدوارم که خدا سلامتی بهتون بده و توی این روزها اذیت نشده باشید. صدای مرتی هم که میاد، عضوی از سالن خونه من. و بریم سراغ آموزشمون. قرار این قسمت در مورد سقف سر صحبت کنیم. مرتی، من دارم ریکورد میکنم، تو رو خدا یه لحظه نگاش کنیم. من چیکارت کنم الان؟ چی میخوای؟ گشنت زبونشو که لیس میزنم و شرفست گشنت شد. چشم، به شما رسیدگی میکنم. بذار من کلیپمو بگیرم. آقا ببخشید، مرتی دیگه صاحب خونه و زندگی و سالن همه چیز منه. خب بریم سراغ آموزشمون. قراره در مورد سطح سر صحبت کنیم و پستی بلندی ها رو ببینیم و کلی نکاتی که قراره شما رو به یه نتیجه بعد از دیدن تمامی قسمت های قبلی برسونه اینجا بهش میپردازیم. یه خورده کلیپش طولانی تر میشه، قراره در مورد خیلی چیزها صحبت کنیم، اما چون که کلی توضیح دادم بهتون داخل قسمت های قبلی خیلی راحت متوجهش میشیم. بریم سراغ آموزشمون. خیلی مخلصیم. متاسفانه امروز مرتی اجازه نداد که من کلیپ رو کامل بگیرم دیگه. روز بعدش نشستم پای سیستم که آموزش ها رو براتون درست کنم. خب بچه ها، داخل این دوره در مورد تمامی این مباحث صحبت کردیم، رسیدیم به سطح سر. اینا رو کامل توضیح دادیم، رسیدیم به سطح سر. بچه ها وقتی که ما نگاه میکنیم به یه سر، اگه از بغل سر نگاه کنیم بهش، یک طول وجود داره و یک ارتفاع. حالا اگه ما از بالا بهش نگاه کنیم، ما طول رو اینجا میبینیم و عرض سر رو میبینیم، دیگه ارتفاع رو نمیبینیم که چقدر ارتفاع داره. توی این قسمت عرض سر رو میبینیم از این نقطه تا این نقطه و ارتفاع سر رو وقتی که از جلو بهش نگاه میکنیم. دوباره از بغل توضیح دادیم، طول سر رو میبینیم از این نقطه تا این نقطه و ارتفاع سر رو. عرض سر از پشت که نگاه میکنیم، عرض رو میبینیم و ارتفاع رو. پس متوجه شدیم که این میشه عرض سر ما و این میشه طول سر ما، جفتش در مورد دور سرها این چیزی که داریم میگیم. از قسمت جلو تا اینجا ما به عنوان طول میشناسیمش و قسمت پشت رو به عنوان عرض، یا اینکه از جلو که بهش نگاه میکنیم اینو عرض میبینیم. حالا ما میرسیم به شکل جمجمه که این بزرگه، طولش زیاده یا اینکه طول کمی داره. مطمئنا اگه طول کمی داشته باشه، ما به وسیله موهایی که حالا بلند میتونیم بذاریم میتونیم این طول رو افزایش بدیم. و همینجور اگه یه نفر باشه طول سرش خیلی زیاد باشه، ما با کوتاه کردنش این طول رو کاهش میدیم. و حالا دوباره جلو سر هم میتونه یه سری نکاتی باشه که ما باید بهش دقت کنیم. بینی کشیده و زاویه فک که خیلی مهمه مخصوصا داخل مردا. یه وقتایی مشتری ما فک نداره، به وسیله ریش ما اینو کشیده ترش میکنیم. یا زاویه فک اینجا نداره، ما به وسیله ریش یا سایه‌ای که انجام میدیم باعث میشیم که این یه خورده پرتر به نظر بیاد و به بالانس برسه. حالا از بالا که بهش نگاه میکنیم هم دوباره ما یک طول داریم، همونجوری که میدونید که میتونه کم یا زیاد باشه، و یه عرض داریم.
برای مثال اگه عرض سر ما کم باشه و طولش زیاد باشه، ما با نگه داشتن موهای دور سر میتونیم این عرض رو افزایش بدیم تا به بالانس برسه. یا اینکه عرض و طول سر ما خیلی نزدیک به هم، یعنی گرد به نظر میاد، زمانی که ما پشت سرشو موشو بلند نگه داریم این کشیدگیه حفظ میشه. و برای اینکه این کشیدگی بیشتر بشه، اگه به اون حالت نرمالش نرسید و به بالانس نرسید، میتونیم با خالی کردن دور سر باعث بشیم که این کشیدگی بیشتر به چشم بیاد. اما خب اگه سایز سر کوچیک باشه زیاد نمیتونیم این کار کنیم. خب بریم سراغ بعدی. خب ما اینجا عرض سر رو میبینیم و ارتفاع سر رو میبینیم، اوکی؟ امکان داره یه عرض زیاد داشته باشه و یک ارتفاع کم، اوکی؟ ما ریششو بلند میذاریم، ارتفاع از پایین افزایش میدیم، از بالا موهاشو بلند میذاریم، دوباره ارتفاع رو افزایش میدیم، این به بالانس رسید، اوکی؟ حالا اگه اون شخص مثلا لاغر باشه کلش، میتونیم با نگه داشتن موهای دور عرضش رو افزایش بدیم. بچه این چیزها رو خودتون باید بشینید دونه دونه آنالیز کنید. اگه کوچیکه بزرگش کنید، اگه بزرگه کوچیکش کنید. این کل کاریه که ما رو به بالانس میرسونه. اگه یه سر بزرگه ما کوچیکترش میکنیم. خب تا اینجا رو ما بهتون گفتیم که چجوری میتونیم به تناسب برسونیم و متوجه بشیم که سایز سر مشتری ما، ارتفاع سر مشتری ما، عرض سر مشتری ما و طولش چقدر، یعنی با نگاه اینو متوجه میشید که طولش زیاده یا کمه، اینو یه جایی رو کاغذ می‌نویسید، بعد نگاه میکنید عرض صورتش چقدره، اونو هم دوباره رو کاغذ می‌نویسید و ارتفاع سرش هم دوباره رو کاغذ می‌نویسید که کمه، متوسطه یا زیاده، و اینو به نرمال میخوایم تبدیل کنیم. اگه سایز سر بزرگ بود کوچیکش میکردیم، اگه کشیدگی زیاد بود با نگه داشت با اضافه کردن به طول اون کشیدگی رو میتونیم کمتر کنیم، اگه طول زیاد بود عرض رو افزایش میدیم تا نزدیکتر بشن به این دوتا به هم. شما اختلاف ها رو باید نزدیک کنید به هم، یعنی فکر کنید یه عرض سر خیلی زیاد داریم، اوکی، یه طول سر خیلی کم داریم. برای مثال همچین کله شاید وجود نداشته باشه، اما فکر کنید شما یه همچین کله اومده زیر دستتون، عجیب غریب میخواد به بالانس برسونیدش و یک ارتفاع متوسط. خب ما نگاه میکنیم میبینیم ارتفاعش اوکیه، قرار نیست به ارتفاع دست بزنیم، فقط این عرض و طول رو قراره اوکی کنیم. عرضش رو میخوایم کم کنیم، دور کلش رو فید میکنیم، ماشین میکنیم، این عرض کم میشه، اوکی؟ از قسمت طول پشت سر موها رو نگه میداریم، بلند میذاریم که این طوله هم افزایش پیدا کنه. الان کاملا به بالانس رسید دیگه، یعنی اون شکل اولیه ما، الان اینو دقت کنید، من میخوام برگردونمش رو اون شکلی که ساخته بودیم، یه همچین چیزی بود دیگه، ما تبدیلش کردیم به چی؟ به این، کاملا به بالانس رسید، میبینید؟ و کار ما همینه. شما دقت کنید، حالا اگه دوستی، آشنایی، رفیقی، هر کسی اصلا تو خیابون میبینید، من خودم هم اینجوری هم اصلا چون شغلم آرایشگریه، داخل خیابون که میچرخم فقط نگاه به مدل موهای مردم میکنم، به شکل سرشون میکنم و تجسم میکنم که این چی کار بکنم براش خوب میشه و چه مشکل هایی داره این کله، اون آرایشگری که واسه زده خوب زده بد زده. شروع کنید آنالیز کردن، روی کاغذ نوشتن، مخصوصا واسه اولا حتما اینا رو کاغذ واسه خودتون سوال تر کنید و سعی کنید اون سوال ها رو حل کنید، اینه که به شما خیلی کمک میکنه. خب این مدلی بوده که من کوتاه کردم قبلا و یه عکس بودم اینجوری گذاشتم. اگه دقت کنید سایز سر این آدم
خیلی کوچولوه، زاویه فک اصلا نداره، اما میبینید با نگه داشتن یه سری مو اینجا روی چونه این کشیدگی رو من افزایش دادم. سایز سر کوچیک بوده واسه همین اصلا دورش رو فید نزدم. طول سر رو اگه ببینید اینجاها کاملا موها رو بلند نگه داشتم که این طول افزایش پیدا کنه، و بالای سر رو هم یه خورده پف دادم و مدلش رو زدم رو به بالا، بلند نگهش داشتم که ارتفاع سرش هم افزایش پیدا کنه و اینجوری به بالانس رسوندمش. و خیلی ساده است، فقط شاید اولش درکش براتون سخت باشه، یه خورده به خودتون فشار بیارید، سعی کنید مغزتون رو عادت بدید به کار کردن در مورد این موضوع، و دیگه اون موقع به یه جایی میرسید که با یه نگاه متوجه میشید که چی کار بکنید اصلا. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و مفید بوده باشه براتون. یه خواهش ازتون دارم اینه که این آموزش هایی که من بهتون میدم رو تمرین کنید، یعنی شبانه روز از اون جنس موهایی که توضیح دادیم تا شکل سری که توضیح دادیم و طول و عرض و ارتفاعی که داخل این کلیپ بهتون آموزش دادیم و سعی کنید روزانه تمرین کنید اگه میخواید واقعا آرایشگری رو یاد بگیرید. یعنی من خودم داخل خیابون که میچرخم هر کسی رو که میبینم نگاه موهاش میکنم، اولین کاری که میکنم و شروع میکنم به آنالیز کردنش. این واسه خود یه من یه تمرینه که آدمای مختلف اگه بخوان بیاد پیش من بتونم موهاشون رو با بالاترین کیفیت کوتاه کنم. اگه این تمرین ها رو روزانه با خودتون انجام بدید به یه جایی میرسید که زمانی که یه نفر رو میاد زیر دستتون و قرار رو کوتاه کنید موهاشو، کامل میدونید که واسه این شخص چیکار کنید، چون که بالاخره ما هممون ایرانی هستیم و اون چهره هایی که وجود داره تم ایرانی داره و میتونیم مثلا 10 مدل 10 تا تم چهره داریم، میتونیم همشون رو بشناسیم و اکثریت هم یه قالب خاص خودمون رو داریم دیگه. هر جای دنیا که باشید همینجوری، هر کشوری اون قالب کله و جمجمه و ژنتیک خودشو داره. پس شروع کنید آنالیز کردن تمامی نکاتی که داخل این دوره بهتون آموزش دادم رو، شروع کنید روزمره هر کسی رو که میبینید آنالیز کنید، جنس موهاش و ضخامت موهاش و کشیدگی سرش و همه چیز رو آنالیز کنید و ذهنتون رو آماده کنید واسه اینکه بخواید یه اصلاح خیلی خوب بزنید و راحت باشه براتون و سخت نباشه. در واقع خیلی مخلصیم، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. ممنون میشم برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنید، کلیپ ها رو لایک کنید و اگر نظری، انتقادی، سوالی، پیشنهادی داشتید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. خیلی مخلصیم، امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع کنید. چکریم، خدا نگهدارتون.